خون گرفت و بعد من همیشه با خودم میگفتم که اگر من جای ایشون بودم چی کار میکردم. 3 سال بعد از اینکه ایشون سرطان گرفت و هنوز درمان نشده بود، من سرطان خون گرفتم. روزی که دکتر تشخیص داد که من سرطان خون گرفتم 19 سالم بود. اون موقع فقط به یه چیز فکر کردم، با خودم گفتم که آذر گندو زدی، خودت کردی، انقدر قضاوت کردی که تو همون موقعیت قرار گرفتی. بعد تمام تلاشم رو کردم، با خودم گفتم که من موفق میشم. پیوند دادم و موفق شدم. خیلی از آدما وقتی سرطان میگیرن به چی فکر میکنن؟ به مرگ. خیلی ها به مرگ فکر میکنن. اگه دکتر برگرده به شما بگه مثلا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، فکر میکنی خیلی از سرطان‌ها به چی فکر میکنن؟ به این که 6 ماه دیگه قراره بمیرن. آدمی که به این فکر میکنه که 6 ماه دیگه قراره بمیره، چند ماه دیگه میمیره؟ 2 ماه دیگه میمیره. اینا خودشون رو آماده مرگ کردن. شما این دوره رو گذروندین، بگین، توضیح بدین دقیقا چی؟ من واقعیتش اینه که اولش که تشخیص دادن خیلی از برخورد اطرافیانم خیلی ناراحت بودم. خیلی از کسایی که اومدن پیش من واقعا با حالتی اومده بودن که انگار که مثلا حالا روزای آخره. خب من 1 سال مرخصی تحصیلی گرفتم، تازه ترم اول دانشگاه تموم کردم، ترم دوم بودم، 1 سال مرخصی تحصیلی گرفتم. توی این 1 سال من تمام جزوه های بچه ها رو می گرفتم و برای آینده خودم برنامه چیدم. دوره کارشناس کاردانی می خوندم. بلا فاصله بعد از اینکه بیمارستان اومدم درسم تموم شد، دانشگاه سراسری کارشناسی قبول شدم، در حالی که دوستای من قبول نشده بودن. و تمام برنامه هامو توی همون بیمارستان من چیده بودم برای خودم. اینا انگیزه است. آفرین. پس تغییر نگرش، ببینین چقدر آینده ها رو عوض میکنه. بعد چیکار میکردین؟ شما درس میخوندین، پدر مادرتون چیکار میکردن؟ من پدر مادرم، میگم پدرم که با دانشگاه همچنان در تماس بود، جزوه ها رو پدرم برای من میگرفت میآورد. ببینین کسایی که دوستش دارن چجوری کمکش کردن که حالا که تو داری نگرش تو عوض میکنی، ما هم در کنارتیم، ما هم نگرشمون رو عوض میکنیم. واقعا فکر میکنین پدرش جزوه رو میآورد مطمئن بود که قراره بمونه؟ واقعا اینجوری فکر میکنین؟ اصلا مطمئن نبود، ولی چی کار میکرد؟ فیلمش هم بازی نمیکرد که نزدم تو قراره بمونی، جزوه رو میداد، بعد میرفت تو اون اتاق گریه میکرد، که قطعا چند بار این کارو کرده. مطمئن نبود، ولی این چیزی بود که دوست داشت. مگه اینو دوست نداشت؟ برای رویایی که داشت شروع کرد قدم برداشتن. رویام اینه که تو بمونی تو این زندگی. این تمام اون چیزی بود که از زندگی میخواست، تمام اون چه که میخواست. برای این چیزی که میخواست حرکت کرد، رسید. حالا یه سوال دیگه، شما فکر میکنین خدا برای چی نگرتون داشت؟ مگه ما اعتقاد نداریم؟ میتونستید بمیرید دیگه، خدا میتونست بکشتتون، چرا نگرتون داشته؟ خودتون چی فکر میکنید؟ من واقعیتش تمام تلاشمو کردم توی مدت که نگرش آدمایی که مریض شدن رو تغییر بدم. درشون دست بزن. مرسی. ممنون و متشکرم. لطف کرد. خدا برای چی شما رو نگه داشته؟ واقعا برای چی شما رو نگه داشته؟ برید جوابشو پیدا کنید. واقعا برید پیداش کنید. یه پسری داشت خفه میشد، یه نفر میپره تو آب نجاتش میده، پسره بغلش میکنه، ماچش میکنه، میگه مرسی منو نجات دادی. طرف میگه برو ثابت کن که نجات دادن تو ارزششو داشت. تو آدمی هستی که ارزش نجات دادن رو داشتی. خدا بهتون اجازه میده فردا هم نفس بکشید. همین که فردا نفس میکشید به خدا ثابت کنید که من لیاقتشو داشتم، یه روز دیگه به من دادی، ببینین یه روز دیگه رو چیکار کردم.